فیلم هیاهو که تو سال 1353 ساخته شده، راجع به امیره که از هیاهو و ازدحام شهر به روستای پدر و مادرش اومده و قصد داره به نوجوانها سواد یاد بده. در این بین به دختری علاقه مند میشه، اما مشکل اینجاست که مادر دختر هم قصد داره نظر امیر رو به خودش جلب کنه. بخشایی از فیلم هیاهو رو با هم تماشا میکنیم. من هیچ وقت تو زندگی دنبال زرق و برق نبودم. اینو از پدر مادرم یاد گرفتم. من به این جور زندگی عادت کردم. میدونی؟ پدر مادرم خیلی برای من زحمت کشیدن. همیشه از خدا خواستم که تو زندگی منو خوشبخت بکنه. راستش من تا الان نفهمیدم خوشبختی یعنی چی. ولی خب من از وقتی تو رو در کنار خودم احساس کردم همه چی بس کرد. همه چی. منو تنها نذار ترون. به من مهربونی کن. هیچ وقت منو تنها نذار. امیر، من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. من به تو احتیاج دارم. دوست داشتم، خوب بودم، زندگی چقدر قشنگ. وقتی که آدم امیدواره همه چیز براش خوب و قشنگ میشه. انگار رنگای سیاه سفید میشه. شیطونا فرشته میشن. ترانه، تو باید به من قول بدی. قول؟ قول چی؟ باید قول بدی که همیشه نسبت به من وفادار بمونی. همیشه. ترانه، من تو رو با تمام پاکی دنیا قبولت کردم. خیلی دوست دارم. شاید به اندازه تمومی ستاره ها. نگاه کن، چلچراغای آسمان رو ببین. بهت قول میدم تو هر چی که هستی، هر چی که باشی، تو هر جوری که بودی من مال تو و تو هم. جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه، در حین انجام کار به دختر علاقه مند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر، دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. لنگته بده ببینم حیوان. راه طولانی تو راه پیش داره. بله خانم. چرا میخوای بری؟ پدرم میگه یه مرد هر جا دستش وا بشه اونجا جای ماندنش نیست. ما دستمون پیش شما وا شده خانم. ولی
چند وقت منو میخوای؟ عذابم نده خانم، خودمان شرمنده هستیم. من میخوام بدونم بایدی از کی تو منو میخوای؟ روز اول یادت هست که پدرت ما رو خواست؟ یادم. پدرتون گفت همراه شما به شکار بیام. ای کاش نیامده بودم. بعد شما آمدی این جلوی ما. آره تفنگ از دستم افتاد. عمرم این اولین بار بود که تفنگ از دستم می افتاد. دستمان می لرزید، قلبمان تکان خورد، چشمان شما را خواست و همین جور شد که دلم بنده شما شد. خانم چرا به هم نگفته بودی؟ چرا؟ من سگ روسیا که ریگ رودخانه قدرش از منم بیشتره، چرا باید این فکر می کردم؟ ولی من دوست دارم. وای نکن خانه. نه بذار حرفمو بزن. ولی دوست داشتم. میدونی از کجا؟ نه ولی یادتی اون روز من از آب گرفتیم؟ نه والا یادت زیر چشمی نگات میکردم؟ نه والا من خیال کردم شما بیهوش بودید. شما بیهوش بودید؟ بله بودم، ولی میخواستم تو نوازشم کنی. خجالت میدین؟ باز میگی تو رو نمیخواستم؟ من دوستت داشتم. من توی بدجنس و مغرور و بیزبون رو دوست داشتم. دوست دارم ولی خدا تو نبری من نگار داره. خدا من قربونت کنه. وای خدا چقدر از زن خوبه. فیلم همسفر با نقش آفرینی بهروز وثوقی و گوگوش یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایرانه که در سال 1354 ساخته شده. داستان راجب دختری به اسم عاطفه است که بعد از به هم خوردن ازدواجش از خونه پدری فرار میکنه. علی مأمور میشه تا در ازای دریافت پول اونو به تهران برگردونه، اما علاقه ای که علی و عاطفه در طول سفر به هم پیدا میکنن داستان زندگی این دو نفر رو برای همیشه تغییر میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یادم رفته بود چه برای سرم آوردی. مانتا چی؟ هنوجش درد میکنه؟ بمیرم بلنی. نه بهش کنه دستم، نمیدونستم از سنگ. جون من گرمت میکنه ها، این دوا میمونه، واسط خوبه ها، نمیخوری؟ با به سلامتی. تو میزنی اگلاف؟ نه داداش میبره، نه شش میپره. عملی سلامتی؟ نه شب اینجا میمونی؟ نه بابا امونتی دارم باز تحویل بدم. فقط قربونت بگو یک دو نفر این موتور رو بزنن زمین. با موتور مشکل بتونین برین تهرون، خیلی درد سر داره، تمام جاده پر از مهه. بذار این صبح تا تهرون سه ساعت را بیشتر نیست. سر آفتاب را بیفتین سه ساعت پیش از ظهر اونجایی. اینجا همه چی مهیاست، وقت خواب، تخت خواب. پر مرغ رشتیه، شناسنامه هم نمیخواد. بفرمایید اتاقش هم آفتاب گیره. بفرمایید صبحم به راننده های کامیون میگم یه نگاه به ماشینتون به هم دزن. خوش باشین جانونا. دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته یه پسر رانندهشون میشن، در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن. بعد از ماجراهای سرانجام خواهر کوچیکتر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. بله این یه خواهر سابقه اینه با حالا مرشیه، اما مرشیه بیتر بیاد، مرشیه
بلند شو انگار میشون بلند شو گریه نکن خواهی بکنم گریه نکن بگی بشین اینجا ببین نزدیک بود منم گریه نزدیک معذرت میخوام بیا ازت معذرت خواستم دیگه به هم نمیگه وحشی ها نمیگه گاو نه بهت میگم گاو باید خوبه دست دارم بگو من دوست داری بگو هرچند این حرف چیزی رو از نظر پدرت عوض نمی کنه ولی میگم دوست دارم خیلی هم دوست دارم میپرستم خب حالا منو ببوس صدای در بود در کوریدوره کیه؟ منم آزاد بی برو بیرون خوهرته بیا برو مزد اومدم دستم بنده بیا برو بی برو بیرون اومدم دختری سیر فکر نوام اگه باش ناسی بزنی پدر بود در بیا سلام آقای آزاد میگم آقای آزاد خانم آزاد ببش سلام سلام علیکم بفرمی خواهش میکنم خواهش میکنم میدونی من تازه اومدم اینجا خود ریخته پاشیده است آخه تصمیم گرفتم این چند روزی که میخوام اینجا بمونم تو هتل زندگی کنم اینه که الان فرصت نکنم هنگامه کجاست چی دار بودی؟ ببینی هنگامه خلو من آزم لازم نیست از پاچه بشین بله. وقتی شما از منزل رفتیم بیرون من دیدم که هنگامه دنبال شما دوید هر جا شما باشین هنگامه هم همونجاست آره من آدرس اینجا رو از پدر فیلم بر فراز آسمان ها که تو سال 1357 ساخته شده از این قراره که خلبان جوونی قبل از این که بتونه ازدواجش با دختر مورد علاقش رو به شکلی علنی اعلام کنه فوت میکنه. همسر خلبان به ناچار فرزندش رو به دنیا میاره و به خانواده ای میسپره. خودش هم به طور ناشناس توی اون منزل مشغول به کار میشه. بعد از سالها فرزند خودش تبدیل به یه خلبان شده. بخشایی از فیلم بر فراز آسمان ها رو با هم تماشا میکنیم. آقای دکتر تشریف نمیارن؟ میتونیم بریم؟ میدونی آمنه راستش مدت هاست که از اون بالاها آرزوی یه همچین ساعتی رو داشتم که در کنار تو باشم به معنی دیگه تو آسمونا میگشتم و روی زمینا پیدا کردم منظورم دختریه که به زندگیم جلوه دیگه ای میبخشه دختری که نگاهش قلبمو میلرزونه دلم میخواد تو چشمات نگاه کنم و ساعتها باش حرف بزنم اسم شما رو نمیدونم رامین خیلی خوب بریم